ماجرا از لحظه ای شروع شد که پزشک معالج بخش عفونی بیمارستان هاشمی نژاد مشهد تو معاینه‌اش فهمید که واژن رها بر اثر اصابت چاقو زخمی شده و عفونت کرده. سلام به همه مهدی تیوبی های عزیزم. امشب با یک پرونده هولناک از مشهد در کنار شما هستم. ماجرا از حضور یک خانواده توی بیمارستان با عنوان عفونت در ناحیه واژن شروع میشه. رفقا ممنون میشم حمایت های خودتون رو از چنل دریغ نکنید و در صورت امکان ویدیوها رو برای آگاهی به دوستانتون هم ارسال کنید. چنل دوم رو هم اگر تمایل داشتید میتونید از این بالا فالو بفرمایید. ما اونجا داستان هایی که خودتون برامون میفرستید و روایت میکنیم. گفتن این نکته هم خالی از لطف نیست که رفقای عزیزم، کانال مهدی تیوب در روز ساعتهای 1 ظهر و 9 شب ویدیو و پرونده جنایی منتشر میکنه. بریم وارد پرونده بشیم تا جزئیات این پرونده رو هم به طور دقیق بررسی کنیم. حوالی 5 تیر ماه سال 1399 خانواده ای از منطقه شهید رجایی مشهد به بیمارستان هاشمی نژاد مشهد مراجعه می کنن و در حالی که دخترشون هم پیششون بوده تو بخش عفونی بیمارستان با دکتر مربوطه قضیه رو در میون می زارن. گویا این دختر از ناحیه واژن دچار مشکل شده بوده، اما مشخص نبوده که علت این اتفاق چی هست و چرا به این حال روز افتاده. پزشک معالج این دختر هم بعد از انجام بررسی‌های اولیه متوجه میشه که گویا با جسم برنده‌ای واژن این دختر دچار آسیب شده. اونچه که وجود داشته زخم‌های عجیب توی این ناحیه و بین پاهای رها بوده که باعث میشه دکتر مربوطه کمی نسبت به این موضوع حساس بشه. قضیه کمی مشکوک به نظر میرسه. خود رها که هیچ حرفی نمیزده و کاملا سکوت کرده بوده. پزشک معالج از اون پیگیر موضوع میشه، اما اون میگه نمیدونه که چرا این اتفاق براش افتاده. دکتر موضوع رو به خانوادهش اطلاع میده و ازشون میپرسه که آیا دخترشون مشکل روحی روانی داره یا نه. اونها هم میگن که چنین چیزی وجود نداره. اونطور که مشخص بوده یا این دختر خودش دست به این کار زده یا کسی به زور این بلا رو سرش آورده. خانم دکتر رها رو برای آزمایش‌های اولیه دیگه هم میفرسته ببینه که اون توی این مدت چه اتفاقاتی براش افتاده. توی بررسی‌ها معلوم میشه که پرده بکارت این دختر طی این 1 ماه اخیر دچار آسیب شده و پاره شده. بررسی‌های بیشتر نشون میده که علت این پارگی ارتباط جنسی بوده. طی پرسجوهایی که صورت میگیره مشخص میشه که رها تا به حال تجربه جنسی نداشته. البته این گفته خانواده خود اون بوده، در حالی که بعدها مشخص میشه که اینطور هم نبوده. خانم دکتر از رها میخواد که واقعیتها رو بگه و چیزی رو مخفی نکنه، اما رها در حالی که سرش رو پایین انداخته بوده و اشک میریخته چیزی نمیگه و سعی میکنه تا سکوت کنه. اقدامات اولیه برای بهبودی رها آغاز میشه و خوشبختانه خطر رفع میشه، ولی رها بعد از چند روز از این قضیه سکوتش رو میشکنه و موضوع رو به پدر و مادرش میگه. این دختر همه اتفاقاتی که طی این ماه اخیر براش افتاده بوده رو با خانوادهش در میون میذاره. پدر و مادر اون هم بعد از اطلاع از ماجرا سریع اندراهی اداره پلیس آگاهی مشهد میشن و شکایت و گزارش خودشون رو ثبت میکنن. بازپرس پرونده به همراه رئیس پلیس آگاهی مشهد در جریان موضوع قرار میگیرن و از رها میخوان که موضوع رو برای اونها هم تعریف بکنه. رها هم در حالی که حالش بد بوده و گریه میکرده میگه تقریبا 2 هفته پیش بعد از اینکه توی مسیر بازگشت به خونه به دنبال تاکسی بوده تا به خونه بیاد، سوار ماشینی شده که نباید. تو این حین هم اتفاقات هولناکی براش افتاده. این دختر در تشریح ماجرا میگه 25 خرداد ماه بود.
از صبح حال و روز خوبی نداشتم. انگار که چیزی میخواست من به سر کار نرم. مادرم اما اصرار کرد و گفت که بهتره که سستی نکنم. من توی یه مغازه داروخونه مشغول به کار هستم. ساعت حدودای 10 کارم تموم شد و منتظر ماشین بودم که به خونه بیام. کنار خیابون منتظر ماشین بودم اما خیلی سخت گیر می اومد. به شهرک شهید رجایی ماشین کمی رفت و آمد داشت. منم همیشه خدا تو مضیقه بودم تا اینکه حوالی ساعت 11 شب بالاخره یه ماشین وایستاد. یه سواری پژو 405 بود. رانندش هم یه جوون بود. گفتم که شهرک شهید رجایی، اونم قبول کرد. در طول مسیر احساس کردم که اون آدم درست و حسابی نیست و اشتباه کردم که سوار ماشین شدم. اما دیگه نمیتونستم کاری کنم. قشنگ به دلم افتاده بود که اتفاقی برام خواهد افتاد. وسط راه دیگه دووم نیاوردم و گفتم همینجا پیاده میشم. بهم گفت در خرابه و باید از بیرون باز کنم. پیاده شد و اومد در رو باز کنه. من وقتی میخواستم پیاده شم اومد جلوم و یه دستمال گذاشت روی صورتم. من دیگه نفهمیدم چی شد و در عرض چند دقیقه از حال رفتم. وقتی به هوش اومدم دیدم توی یه خونم، یه اتاق که توش همه چی بود. رها در حالی که گریه میکنه میگه یکم که به خودم اومدم متوجه شدم چیزی به تن ندارم و یه پسر طرف چپم و اون راننده هم طرف راستم منو بغل کردن و خوابیدن. طرفای صبح شده بود، دنیا روی سرم خراب شده بود. اون نامردها از جلو با هم رابطه برقرار کرده بودن. بدنم به شدت خسته بود. بلند شدم و سعی کردم از اونجا بیام بیرون اما اونها هم بیدار شدن. خواهش کردم که رهام کنن اما به حرفم گوش نمی دادن. یکیشون دوباره منو خوابون روی تخت، پاهامو باز کرد و با چاقو چند تا زخم بین پاهام ایجاد کرد. از درد به خودم پیچیدم. اون یکی هم تلویزیون رو روشن کرد و فیلمی که از شب تا صبح با هم بودن رو برام پخش کرد. بعد هم گفتن اگه به کسی چیزی بگی یا بخوای سعی کنی ماجرا رو لو بدی، فیلمت پخش میشه و سری بعد گردنت رو اینجوری زخمی میکنیم. به شدت ترسیده بودم. دست خودم نبود. نمیدونستم که باید چی کار کنم. سریع وسایلم رو جمع کردم و از اونجا خارج شدم. به خونه که برگشتم پدر و مادرم نگرانم بودن. بهشون گفتم که پیش یکی از دوستان بودم اما این مدت زخم بین پاهام و واژنم منو خیلی اذیت کرد تا جایی که باعث شد عفونت کنم. مادرم وقتی توی اتاق داشتم روی زخمم پماد میزدم از ماجرا باخبر شد و وارد اتاق شد. من چیزی بهش نگفتم. اون در جریان نبود. بعد از اینکه به دکتر رفتیم مجبور شدم تا همه چیز رو بگم و الان هم اینجا. رها در حالی که گریه میکنه از پلیس خواهش میکنه تا هر چه سریعتر این افراد رو شناسایی و دستگیر کنن تا اون درگیر موضوعات دیگه ای نشه. این دختر میگه اون دو نفر من رو تهدید کردن و اگه بفهمن که من موضوع رو لو دادم و شکایت کردم حتما به سراغم خواهند اومد. مامورا هم بعد از ثبت این گزارش سریعا اقدامات خودشون رو در رابطه با این قضیه آغاز میکنن. رها به پزشکی قانونی هم فرستاده میشه تا آزمایش‌های لازم ازش صورت بگیره و توی این آزمایش‌ها هم تایید میشه که به این فرد تجاوز شده بوده. چهره این افراد اما توسط رها تا حدودی شناسایی میشه و اونطور که مشخص بوده هر دو نفر جزو سابقه دارها بودن. از طرفی پلیس به محلی که اون شب وایستاده بوده و منتظر ماشین بوده میره. رها درست جلوی مغازه داروخونه‌ای که کار می‌کرده ایستاده بوده و دوربین‌های اونجا هم تصاویر رو به طور کامل ثبت کرده بودن. تصاویر دوربین‌ها توسط پلیس بررسی میشه و خوشبختانه شماره پلاک ماشینی هم که رها رو سوار کرده بوده به دست میاد. عملیات‌های ویژه‌ای برای پیدا کردن این دو نفر آغاز میشه. دقیقاً مشخص نبوده که مخفیگاه اونها کجاست. توی بررسی‌ها هم مشخص میشه که این دو نفر از پلاک جعلی برای ماشینشون استفاده کرده بودن اما فایده‌ای نداشته. رئیس پلیس آگاهی مشهد به همراه تیم زبده‌ای از نیروهای آگاهی موفق میشن تا یکی از این دو نفر رو که اسمش محمد بوده رو شناسایی و در حالی که داشته
کیسه از یه سوپرمارکت خرید می‌کرده بازداشت بکنن. مامورا توی محل مورد نظر خیلی سعی می‌کنن تا این فرد آدرس و محل اختفای دوستش رو هم لو بده، اما فایده ای نداشته و در نهایت فقط اون رو راهی اداره می‌کنن. محمد توی اداره پلیس اظهار بی اطلاعی از همه چیز میکنه، اما وقتی رها رو میبینه رنگش میپره. رها تایید میکنه که این فرد یکی از متهمینه. توی بررسی ها مشخص میشه که اون و دوستش تبعه افغان هستن. بازجویی ها از این فرد آغاز میشه و بالاخره بعد از گذشت 5 روز محمد مجبور به اعتراف همه چیز میشه. اون توی اظهارات خودش دوستش احمد رو هم معرفی میکنه و این فرد هم توسط مامورا شناسایی و بازداشت میشه. هر دو نفر پشت میز بازجویی لب به اعتراف باز میکنن. تازه مشخص میشه که رها تنها قربانی این پرونده نبوده و 2 نفر دیگه هم توی این ماجرا قربانی این افراد بودن. یکی از اونها یه زن بیوه بوده و نفر دوم هم یه زن خانه‌دار که شوهر داشته. پلیس بعد از به دست آوردن مشخصات این 2 نفر از اونها هم میخواد که اگر شکایتی از این فرد دارن به دادگاه مراجعه کنن. زن بیوه مراجعه میکنه، اما زنی که خانه‌دار بوده برای حفظ آبروش از این کار صرف نظر میکنه. احمد و محمد اما تو تشریح این ماجرا و اینکه انگیزشون از این کار چی بوده میگن که مدتی میشه که به ایران اومدن. در حال حاضر هم بالای 3 سال هست که اینجا هستن. احمد کسی که این قضیه رو مدیریت می‌کرده به مامورا میگه من توی این 3 سال به تهران و اصفهان هم برای کار رفته بودم، اما اونجا هیچ کاری به هم ندادن. یه پیش زمینه ذهنی از رفتار بد ایرانی‌ها داشتم و این باعث شده بود که یکم ازشون بدم بیاد. توی این مدت سخت کار کردم تا اینکه دوباره به مشهد برگشتم و می‌خواستم برگردم افغانستان، اما نمیدونم چطور شد که با محمد آشنا شدم و این آشنایی باعث شد که دیگه تو مشهد موندگار بشم. محمد یه آدم خوشگذرون بود و سرمایه خوبی هم داشت. واسه خودش اینجا خونه و ماشین داشت، اما مجرد بود. حسابی از دخترای مشهدی خوشش میومد، اما کسی بهش پا نمیداد. طبق گفته های خود این شخص، اونطور که مشخص بوده 2-3 بار سعی کرده بوده که با دخترها ارتباط بگیره، اما یا محلش ندادن و یا هم اصلا بهش توجهی نکردن. احمد میگه اون به هم این قضیه رو گفته بود و یه جورایی براش اذیت کننده شده بود. منم بهش گفتم نگران چیزی نباشه، اگه اونا بهت پا نمیدن خب تو یه کاری کن، یا به زور یا به پول اونا رو سمت خودت بکشون. میگفت بلد نیست و میترسه. به هم گفت پول و ماشین و خونه از من، بیا پیش من و هر از گاهی بزنیم توی این کار. یکم ترسیده بودم واقعیتش، نمیدونستم که چی کار کنم. محمد به هم گفت از این ماجرا میتونیم از زنها اخاذی هم بکنیم و پول خوبی هم به دست بیاریم. منم دیدم که بیراه نمیگه، برای همین هم قبول کردم. احمد میگه یه مدت دنبال این بودیم که ببینیم کیو میتونیم تور کنیم. این مرد میگه من میترسیدم که لو بریم، برای همین هم احتیاط میکردم. از طرفی پلاک ماشین رو عوض میکردم و عموما شبها به بیرون میرفتم. برنامه هم این بود که دخترها رو که آوردم از رابطمون ازش فیلم بگیریم و یه جوری بترسونیمش تا نخواد که ازمون شکایت کنه و مجبور به باج دادن بشه. همینطور هم شد. ما توی خونه یکی از اتاقها رو کلن برای این کار آماده کرده بودیم و 4 گوشه اتاق رو دوربین کار گذاشته بودیم. اولین کسی که تورش کردیم یه زن بیوه بود. من سوارش کردم و به مقصد رسوندمش. در عقب رو خودم خراب کرده بودم که نتونه باز کنه تا من برم و باز کنم و این وسط با دستمال بیهوشش کنم. اولین بار اون رو به خونه منتقل کردیم. 7 ساعت تمام پیشمون بود. بعد از اینکه بهش تجاوز کردیم، محمد با چاقو بین پاهاش و روی دستاش زخم ایجاد کرد و تهدیدش کرد که اگه به کسی چیزی بگه سری بعد میکشتش. فیلمش رو هم بهش نشون دادیم و گفتیم مراقب باشه تا به کسی چیزی نگه و اینجوری میخواستیم ازش اخاذی کنیم. وضعیت مالی بدی نداشت و یه مدتی باهاش سر کردیم تا اینکه کیس دوممون هم آماده شد. اون رو هم به همین شکل به خونه آوردیم و همین بلا رو سرش آوردیم.
خیلی ترسو بود. میگفت هر چی بخواید میدم، فقط شوهرم نفهمه و فیلمم رو پخش نکنید. احمد راجع به رها اما میگه از اول هم احساس خوبی راجع به اون نداشتم. من نمیدونستم که اون باکر است، اما محمد بعد از اطلاع از این قضیه ولکن نبود که باید با اون هم بخوابیم. واقعیتش من میخواستم ولش کنم اما محمد نذاشت. احمد میگه فکر نمی کردم که لو بریم، آخه همه رو تهدید کرده بودیم. بعید هم بود که کسی بخواد ما رو لو بده، اما نمیدونم چی شد که گیر افتادیم. این نامرد بعد از اینکه اظهاراتش تموم میشه یه گوشه میشینه و محمد هم به همه چیز اعتراف میکنه. این فرد هم توی اظهاراتش همه چیز رو مطابق با اون چه که اتفاق افتاده بوده و احمد گفته بوده به مامورا میگه. هر دو روانه بازداشتگاه میشن تا دادگاهشون برگزار بشه، اما دو قربانی این پرونده که حاضر به شکایت بودن طی آزمایش‌های پزشکی قانونی از روشون تایید میشه که بهشون تجاوز شده. هر دو درخواست اشد مجازات رو داشتن و منتظر روز دادگاه بودن. جلسه رسیدگی به این پرونده هم برگزار میشه. قاضی پرونده شواهد و مدارک موجود توی پرونده همچنین گزارش‌های پزشکی قانونی رو به طور دقیق و کامل بررسی میکنه. احمد و محمد وارد جایگاه میشن و با کمال وقاحت و پررویی ادعا میکنن که این افراد خودشون تن به این کار دادن و اونها اول این سه نفر رو به عقدشون درآوردن و بعد باهاشون رابطه برقرار کردن و کار اشتباهی صورت نگرفته. همین اظهارات باعث میشه تا مریم، زنی که توی دادگاه حاضر بوده، به سمت این دو نفر حمله کنه و از قاضی میخواد علاوه بر اینکه اونها رو مجازات میکنه ازشون دیه هم بگیره. رها هم به همراه خانوادهش توی دادگاه حاضر بوده و تو اظهارات تکمیلی خودش میگه تا به حال حتی یک بار هم نشده که با پسری رابطه خارج از عرف داشته باشه و به شدت آدم معتقدی هستش، اما این جنایتی که این دو نفر سر اون آوردن باعث شده تا حال روحیش به شدت خراب بشه و دیگه نتونه مثل سابق باشه. این دختر میگه حاضر نیست به هیچ عنوان از این دو نفر بگذره و درخواست اشد مجازات رو داره. قاضی پرونده هم در نهایت بعد از شنیدن حرفای همه و با توجه به گزارشات و تحقیقات پلیس، در نهایت این دو نامرد رو از اونجایی که به این خانوم ها آسیب رسونده بودن به پرداخت دیه و از طرفی به اتهام 3 فقره تجاوز به عنف محکوم به اعدام میکنه. این دو نفر در حال حاضر توی زندانن. پلیس اقدامات لازم رو برای دریافت دیه از این افراد رو هم انجام داده. خیلی خوشحالم که تا اینجای پرونده همراه من بودید. امیدوارم تونسته باشم پرونده رو به بهترین وجه ممکن براتون روایت کرده باشم. همچنین پیشنهاد میکنم این پرونده رو که مربوط به آخرین جزئیات قتل زنیه که توسط 2 گورکن اتفاق میفته و همسایه اون ازش اعلام بیخبری میکنه و همه چیز هم به این واسطه لو میره رو تماشا بفرمایید.